پیروزی کارزار ترک عضویت اتحادیه اروپا در همه پرسی بریتانیا واکنش برخی از رهبران احزاب راست افراطی کشورهای عضو این اتحادیه را به دنبال داشت. مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه ساعتی پس از اعلام نتیجه این همه پرسی در نشستی خبری گفت: برای تمامی میهن پرستان، برای همه آنانی که عاشق آزادی هستند، این روزی مسرت بخش است. این اروپا نیست که مرده است، این اتحادیه اروپا است که به لرزه افتاده و این تولد دوباره ملت هایی است که نیازمند ایجاد طرح اروپایی جدیدی در میان خود برای همکاری هستند. خرت ویلدرز رهبر حزب آزادی در هلند نیز با انتشار بیانیه تبریک این روز را روز استقلال بریتانیا خوانده است. وی با اشاره به ضرورت برپایی همه پرسی مشابه در هلند گفت: این روزی عالی و واقعا تاریخی است. مردم بریتانیا نخبگان سیاسی را هم در بروکسل و هم در لندن شکست دادند. پادشاهی متحد دوباره یک کشور مستقل است. من بسیار حسودی می کنم و در تلاشم تا سال آینده همین نتیجه را در هلند کسب کنم. ماتئو سالوینی رهبر اتحادیه شمال ایتالیا نیز دیگر چهره دست راستی افراطی اروپا است که از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا استقبال کرده است. این بار نوبت مردم هلند خواهد بود، سپس سوئد و سال بعد هم نوبت مردم فرانسه. اتحادیه شمال به ایتالیایی ها این امید را می دهد که آخرین کسانی نخواهند بود که در خواهند یافت خانه در آتش می سوزد.